میخوایم با هم بروسکتا و توست ایتالیایی درست کنیم که خیلی آسون درست میشه و خیلی خیلی کار شما رو توی آشپزخونه راه میندازه. آشپزخونه های امروز نیاز به سرعت بیشتری دارن و ما میتونیم با یه مقداری خلاقیت و استفاده از مواد اولیه خیلی ساده آشپزی آسون خوبی داشته باشیم. این آشپزی ها معمولا بسیار ساده‌اند، لذت بخش و خیلی هم زیبا. بچه ها و تمام خانواده ها از بروسکتا و توست ها خیلی خیلی لذت میبرند. حالا میخواییم با هم یه توست و یه بروسکتا درست کنیم. برای درست کردن توست اول باید گوجه فرنگی رو با فلفل و کمی روغن زیتون سرخ کنیم. ولی روشی که میخوام بهتون نشون بدم برای درست کردن پای سس فوق‌العاده است. اول روغن زیتون رو با رزماری سرخ کنیم تا عطر رزماری وارد روغن زیتون بشه. پس رزماری رو میندازیم. بعد احتیاج داریم به یه دوتا گوجه فرنگی، یه شاخه پیازچه و یه فلفل دلمه قرمز رنگ. برای این کار گوجه فرنگی ها رو وسط نصف کنیم. دوتا گوجه فرنگی میتونه براش کافی باشه. یه دونه فلفل دلمه هم احتیاج داریم که قرمز رنگ باشه و رنگ قرمزش عطر و طعم خوبی به سس ما میده. سعی کنین دونه هاش وارد غذا نشه چون تلخش میکنه. یه برش این شکلی بهش بزنین، دونه ها راحت ازش جدا میشن این شکلی. بعد گوجه، فلفل دلمه ای و یه دونه پیازچه رو چرخ میکنین. روغن دیگه خیلی داغ شده. حالا فلفل و گوجه فرنگی با هم خوب چرخ میشن با پیازچه. بعد به مایه ما اضافه میشن اینطوری. داریم در واقع یه سس درست میکنیم. اما سس ما زمانی کامل میشه که بهش بود سیر و اندازه یه قاشق غذاخوری کمی زردچوبه اضافه بشه. خیلی کم. حالا مایه رو خوب با هم میزنیم تا سس کاملا آماده بشه و عطر سیر به خوردش برو، رنگ زردچوبه رنگش کمی باز کنه. خوب همش بزنین. حالا صبر کنین تا بذاریم بجوشه. حالا میخوام براتون یه بروسکتا درست کنم از تون ماهی و انبه که فوق‌العاده است. برای این کار احتیاج داریم به این که از نونایی استفاده کنیم که استوانه این شکلن و بهشون برشای دایره این شکل و زخیمی بدیم مثل این که بتونه قشنگ بیسته. بروسکتا رو معمولا میتونیم برای یه پیش غذای فوق‌العاده عالی یا یه میز اردوور بی نظیر داشته باشینش. نونا رو به این شکل قرار بدیم. حالا نونا که میذاریم این شکلی مقداری هوا بخوره، مایه روش رو میخوام درست کنم براتون. ترکیب مایه روش مایونز، تون ماهی، انبه است. یه ترکیب فوق‌العاده عالیه و کمی هم خردل داره که حالا میارمش. اول مایونز رو احتیاج داریم.
دو قاشق غذاخوری مایونز میخوایم. بعد ماهی تون رو بهش اضافه میکنیم و دو پرم انبه بهش اضافه میکنم. تا نمیدونین چقدر عطر و طعم ماهی رو بی نظیر و متفاوت میکنه. اینم دو تا پر، دو تا سه تا پر کوچیک انبه، یک کمی هم از آبش اضافه میکنم. من زیر قاشق چای خوری. اینم خردلش. خردل باید یک کمی تند و تیزتر باشه، تیکه های فلفل توش باشه بهتره، ولی اگر نبود از خردل تند استفاده کنید. حالا مایه رو درست میکنید. سس داره میجوشه، خوب مایه رو با هم مخلوط کنید تا مثل یک کرم بشه. روی توستا رو پر میکنید. و با گوجه گیلاسی و انبه و برگ نعنا تزیینش میکنیم. به گوجه فرنگی و برش های این شکلی بزنیم تا روی توستا خوب بیستن. این شکلی. بعد یه تیکه از انبه رو بردارین و بهش رنگ زرد اضافه کنین و تیکه های انبه هم زیر دهن فوق العاده عالی میان توی توست و مزهش خیلی خوب باز میکنه. یه تیکه این شکلی اینجا میذارم، یه دونه اینجا و یه دونه هم اینجا. این هم از این. بعد بهش یه کمی برگ سبز اضافه میکنم، مثل برگ نعنای سبز زیبایی که دارم. اینم از رنگ سبزش، تازه کمک میکنه به هضمش و ولی میدونین که نعنا نفخ هم از بین میبره. اینم از رنگ سبز. سس هم آماده است. حالا یه ظرف مثل این میخوام که بروسکتا هامو توش بچینم. ببینین یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. بهترین وسیله برای نشون دادن بروسکتا این چوبای خیلی زیبای برش خورده است. میبینید چقدر قشنگه؟ حالا اینو میذارم اینجا، تموم شد. این اولین پیش غذامون بود. نونای بربری صنعتی دارم، میبینید از این نونای ماشینیه. خیلی ساده از این سس داغ میریزیم روی این. بعد پنیر پارمزان و پنیر مازارلا احتیاج دارم. پنیر رو اول پنیر مازارلا روش می‌ریزیم. بعد از پودر پنیر پارمزان استفاده می‌کنیم این شکلی. بعد می‌تونیم با یه گوجه فرنگی کوچیک که گرد گرد بریده میشه روش رو تزیین کنیم. این یه توست و میذارمش اینجا که بعد بذارمش توی فر. یه توست دیگه براتون درست کنم. اول سس رو میریزم. بعد پنیر رو بهش اضافه میکنیم. اینم پنیر پارمزانش. حالا میخوام اونا رو بذارم توی فر. قبلش باید تزیین بشه. خیلی راحت میذاریمش تو فر تا یه کمی حرارت پنیر رو آب کنه. تو این فاصله یه کمی میز رو تمیز میکنم. توست آمادن. نباید خیلی بذاریم پنیرشون طلایی بشه، بلکه باید رنگ زیبایی سفید خودش رو حفظ کنه تا ببینیم چقدر خوش طعم‌تر و خوشمزه تره. خیلی که برشته بشه اون طعم جذاب خودش رو نداره دیگه. میتونم رو تخته بذارمش یا روی بشقاب سفید، فکر کنم تخته قشنگترش کنه. حالا اول این توست رو در میارم و داغ میذارمش اینجا. اینم از این.
ببینید چقدر رنگش زیباست. برای درست کردن این نون توستا فقط کافی یک کمی حوصله داشته باشیم، بعد یک کمی فلفل سیاه روش بپاشیم تا رنگش فوق العاده زیباتر بشه. حالا شما یه بروسکتای انبو و ماهی تون رو یاد گرفتین و یه توست فوق العاده راحت و آسونی که همیشه میتونین ازش لذت ببرین.